وقتی خداوند متعال به حضرت ابراهیم وعده برکت داد، گفت جهان به واسطه اولاد تو ای ابراهیم برکت خواهند یافت. و وقتی گفت جهان، جمیع امتهای زمین به واسطه اون فرزند تو که قربانی میشه برکت خواهند یافت. اون فرزندی که به قربانگاه برده شد حضرت اسماعیل بود، به واسطه او میشد نسل او. و اون فرزندی از نسل حضرت ابراهیم که قربانی شد آقا ابا عبدالله بود. یعنی اونجا فرمود دیگه فدیناه و بذبح نظیم، او رو قربانی نکرد، یکی قربانی شد. اون از نسل همون اسماعیل بود، از نسل ریشه های زمین اعراق السرا. و وعده داده شد که آن عزیزی که همه منتظرشن و جهان به واسطه او برکت خواهد یافت، جمیع امتهای زمین برکت خواهند یافت، یعنی هدایت یک بحث جهانی خواهد شد. عرض میکردم این برکت الهی بر دنیا ساری و جاری خواهد شد. مردم مستضعف آگاه خواهند شد. وقتی ما میگیم مستضعف، چون ذهنمون سطحش پایینه، تا میگه مستضعف اولین چیزی که به ذهن من شما میرسه چیه؟ پوله. پوله. در حالی که از نظر خدا اصلا این نیست. پیامبر ما میفرماد الفقر و فخری. امیرالمومنین ما یه امپراتور جهان اسلام دیگه ها، اصلا نگیم امامه. 5 سال بر کل جهان اسلام حاکم شد یا نشد؟ رئیسش بود یا نبود؟ چجور زندگی میکرد؟ فقیر رو همونجور زندگی میکرد، انگار نگرون بیت المال اون بغلاش، توجهی نداشت، پر ارزن از دهان مورچه‌ای نگرفت. ما اوزام خراب، ما مؤمنین، خدا من که خودم قاطی شما کردم گفتم ما مؤمنین، چون می‌خواستم بگم خرابه، گفتم بگم شما مؤمن اوزاتون خرابه که دیگه منو مینداختید بیرون اینجا. گفتید لابد تو خودم مؤمنایی که حالت خراب نیست. نه، من همه بدتر. قرآن یه آیه‌ای داره اینو برای ما باز می‌کنه. قرآن این خیلی آیه عجیبیه. من واقعا جا داره ما بشیم مثلا یه سال بهش فکر کنیم. جدی میگم، ببینید حالا جا فکر کردن یه داره یا نه. قرآن می‌فرماد اگه شما مؤمنین پایه می‌بودید، همتون پایه من خدا بودید. یعنی چی؟ یعنی تو گروه من می بودید، حواستون به من خدا بود، یه چیزی می گفتم گوش می کردید، من با کافرها یه کار دیگه می کردم. چون شما پایه نیستید مجبورم یه کار دیگه کنم. خیلی عجیبه. خب خدای ما چیکار کنیم؟ اینا رعد و برق بفرستی، سیل بفرستی، پدرشونو در بیاری؟ میگه اگه شما مؤمنین پاکار می بودید و من اون کارو میکردم، چون پاکار نیست اون کارو نمیکنم، چون اگه پاکار نباشید اون کارو بکنم. اینش عجیبه. تمام شما مؤمنین علیه من خدا تو یه گروه قرار میگیرید. یا امام زمان، همتون علیه من متحد متحد میشید. خدای اون کار چیه؟ فرمود نردبون و سقف خونه های کافرها رو از طلا و نقره قرار میدادم. قرار نیست رد و برق سرشون بفرسته. باید شماها چپ میکنید، وگرنه من سقف و نردبون خونه های اینا رو از طلا و نقره قرار میدادم. چه کنم ایمانتون ضعیفه؟ یه نفر رو با یه ماشین شاسی بلند ببینید، میگید آه خدای کجایی؟ ببین این میخوره، میدوزه، میبره، ببین کجاست، ببین حال روزش چقدر خوبه، من هشتم گیر و نه همه، من فلانم، من به همانم. میگه مجبورم به خاطر اینکه شماها ایمانتون نپره با اون یه خورده بهش کمتر بدم، چون میخوام فقط تو این دنیا بهشون بدم، لالشون کنم. مؤمن ویژگی آخر الزمان اینه که دلها رو میبره. پول، پول دلبری میکنه، همه چی میشه پول، همه چی میشه پول. در اون عصری که یعجوج و ماجوج دوباره قدرت میگیرن، حالا میگن قدرت اقتصادی میگیرن، حالا میگن یعجوج و ماجوج، مراد همین چینیان، چون دو تا قوم چینی بودن دیگه اینا، یاگاگ و ماگاگ. همین سریال جومونگ هم که الان داره دوباره نشون میده، بیخیال نمیشه تلویزیون اینا، هم مختار رو خیلی نشون میده هم جومونگو. یه اس ام اس بر ما اومده بود که دیر نیستش که جومونگ با مختار بیعت کنه علی صدا و سیما قیام کنن. میگن آره، تو همونجا نگاه کن که از رفیقای همین جومونگ اسمش
یا گاگ، یکی چیزیش نام ماگاگ. عربا گ ندارن، به جای گ میگن ج، یا جاج ماجاج، یا یعجوج ماجوج. تو آخر زمان اینا دوباره قدرت اقتصادی میگیرن، با اقتصاد نابود میکنن دنیا نیست دیگه. نه جنس چینی همه تون رو بدبخت کرده. آره اینجوری میشه، کل دنیا رو میریزه به هم. یعجوج و ماجوج قدرت میگیرن. فلذا وقتی در یه همچین زمانه ایست، حالا ما تطبیق نمیدیم و بعد از اونورم نشونهای زورم که ماچ نکنیم بذاریم تو تاخچه که کار نکنیم، بعد استفاده بشن دیگه. همه چی میشه پول، دینم میشه پول، همه چی پوله. یعنی این رایفی پور رو میخوان یه جا دعوت بکنن، نگاه میکنه که ببینه خب کجا پاکت بیشتری میدن. یعنی مبنای منبر رفتنش هم میشه پول. اون مددار یه جا دعوت میکنن میخواد بره بخونه، کجا بیشتر پول میدن. کاری نداره مخاطب چقدر مهمه، کاری نداره چقدر برای نفس خودش مهمه این جلسه رو بره یا این جلسه رو نره. پول واریس کن اول به حساب میام. دینم میشه پولی. آره غیر دینیش که تا دلتون بخواد، همه چی میشه پول. مبنای برادری ها میشه پول. به خدا نشونه آخر زمانو بخونه. آقا رسول الله فرمود برادر با برادر به لحاظ مالی میریزه به هم. پسر به پدرش رحم نمیکنه مالی، باید ازش چک بگیری، باید ازش چک بگیری، سفته بگیری، باید محکم کنی پشت کارو. ول کن زمانی سیبیلشو میکن میذاش اونجا، میگفت نمیدونم این جمع کن بابا اینا نیست. پول همه چی میشه پول. هرچی پولدارتر باشی بیشتر تو چشی. الان پولدارا بچه‌شون هم می‌بینی بنده خدا مثلا این عقب مونده است، مردم میگن چه خوشگله. کجا این خوشگله این بچه؟ پولدار دیگه. هر چی مال پولدارا باشه خوبه. مد میشه. هر کار پولدارا بکنن ولو خریت هم انجام بدن میگن این لابد کار درسته. چرا مبناش عقلانیت؟ نه 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 پول داره، پول. همه چی میشه پول. اینا نکاتی که ما بعد مد نظر قرار بدیم. توی همچین عصری هم داریم زندگی میکنیم، نمیدونیم الان کجاشیم، شاید هرچی پیش بره بدتر بشه. از اون طرف اینکه پول میشه مبنا، از اون طرف هم لهو و لعب دنیا رو میگیره. لهو و لعب دنیا رو میگیره، یعنی همه چی میشه عشق و حال. عشق و حال به معنی شادی کردن خوب نیستا، یعنی با گناه و غیر گناه و کثافت کاری. سو کاری نداره اینجا بلند میشه بره تایلند که با بمش دختره زن بت پرست بودایی که خیس باشن دست بهشون بزنی نجسن، بره با اونا نزدیکی کنه، کلی هم پول خرج بکنه، ولش کن. یعنی پولی که معلومه از کجا در آورده، سر چند نفر رو کلا گذاشته، چجوری نزول گرفته، چیکار کرده با دروغ و فلان و آره. مال حلال گیر دیگه نمیاد تو آخر زمان، سخت گیر میاد، چه برسه به مال طیب. بابا چه فرقی بین مال حلال و مال طیب؟ من یه گروهی رو اینا میشناسم، اینا آدم های خیلی خوبی هن. یعنی دنبال مال حلال نیستن، دنبال مال چی هن؟ طیب هن. خبر دارم نزدیکای تهران هن، گندمشو میرن سبزواری ها میخرن. این یه افتخار ها، میگن یکی رو میشناسن که مثلا اینطور میرن اینجا بخارن. گفتم چرا؟ حالا اول باید مال طیب رو برای تعریف کنم اینا متوجه میشی یعنی چی. یک زنی دستفروش بود زمان پیامبر، این یه غذایی رو آماده کرد خدمت پیامبر، گفت من اینو با دسترنج خودم زحمت کشیدم به دست آوردم، تمام قواعد اسلامی رو رعایت کردم، سود چقدر باید باشه، چی کار کنم فلان، اینو من با افتخار میخوام تقدیم شما کنم، شما نوش جان بکنید، دلم به این خوشه. آقا رسول الله فرمود مالت حلال اما طیب نیست. یه عرضه داشت پرسید یا رسول الله مال طیب چیه دیگه؟ آقا رسول الله پاسخ دادن که نیادته یه مشتری اومد بالا سرت یه چیز ازت خرید؟ گفت آره آره. گفتش که خب چیکار کردی؟ گفت خوبش فروختم. گفت یادته اون لحظه داشت اذان میگفت درسته یا نه؟ گفت بله.
گفت طیب نیست دیگه. گفت تو این فروشو تمام کردی بعد رفتی نمازتو خوندی. هیچی نبود، آقا یه چیزی پولی گرفته ده. گفت همون لحظات کات میشد. شرمنده بعد خدا. گفت حلاله، حرومی، طیب نیست. حالا به میگه حلالن طیبن طاهرا. اون طاهر دیگه چیه؟ اون که اصلا گیر نمیاد. تو این دور زمانه یه جا فقط گیر میاد، اونم تو حرم اهل بیت، اونم مالیه که لقمه‌ای که اهل بیت بهت بده. مسکینن و یتیمن و اسیرا رفتن در خونه گرفتن، اون مالی که اهل بیت بهت بدن. این آبی که تو حرما میری میخوری. من خیلی عرض میکنم به دوستانی که حالا مثلا حرم امام رضا باهاشون میرم یه جای کربلای نجفی، میگم اینجا تا میتونید آب بخورید. میگم شما نمیدونین چیه داری میخوری. اون بر ذمه اهل بیت دیگه، ما رفتم حرم ایشون خوردیم، ما به اسم اهل بیت داریم. این قضا حضرتی است ها، این قضا است که تو هیئت میریم میخوریم. چه بسا من اینجوری میگم، یا آقا معلوم نیست از کجا میاد، بعد یارو قاچاقچی خرج هیئت میده، ما دیدیم. آره میدونم چی میگی، ما برای امام حسین میریم، ما چیکار داریم پول از کجا میاد؟ اگه میدونی اینجوری یه بحث دیگه است، اما برای امام حسین میریم، ما دستای امام حسین رو میگیریم. سخت میشه دیگه. آقا رسول الله میفهمه مردم یا ربا دارن میدن، یا ربا دارن میگیرن، یا گردی از ربا رو زندگیشون نشسته. من این سهالت خارج نیست، میگه نداریم کسی که گردی از ربا رو زندگیش نشسته باشه. کار سخت میشه. بعد این پولی که اینجوری به دست میارن باز خرج چی میکنن؟ بماند اون دنیا هم چجوری باید جواب بدن؟ یه روایت براتون بخونم، خود بترسونمتون سر صبح، حالتون جا بیه تا آخر هفته حالتون خوب باشه، انشالله تا آخر عمرمون حالمون خوب باشه. با این روایت، آقا رسول الله یه مال طیب و طاهر داد به چند تا از صحابش، نفر 10 درهم. فکر کن پولی که پیغمبر بهت بده، خودتو بکشی همچین پولی گیر نمیاری. به این پاکی داد، اینا هم خوشحال آخچون رفتن گرفتن بردن ابوذر و سلمان و مقداد و اینا. بعد فرداش بین نماز ظهر هست، دیدم آقا رسول نماز ظهر که میخواد بخونه، این سپرش گذاشت زیر آفتاب. چیکار میکنه؟ داغ میشه آفتاب، آسفالت نمیتونی تابستون را بری، تو عربستان آهن. بعد یه دونه دونه شون صدا که بس ابو ذر بیا اینجا، گفت نعلین تو در بیار. بله آقا رسول. و برو روی سپر. میسوزم که میدونم میسوزه، برون بالا بایست. چشم رب باش میسوخته. این پارو برمیداشون یکی میذاش همجی، دادش هم در اومده بود. حالا چی شده چیکار کنم؟ خب بگو 10 درهم رو چجوری خرج کردی، توضیح بده بیا پایین. آقا 1 درهمش نون خریدم، 2 درهمش دادم به زنه قور میزد، 1 درهمش دادم گوشت گرفتم، نمیدونم چی. و از اینا 10 درهمو گفت و آمار داد، گزارش داد، فاکتور داد، اومد پایین. همینطور صحابه رفتن، نفر آخریه رو نگه داشت آخر. خیلی حرفه‌ای بود تو صحابه، هیچ کی به گرد پایین رو نمیرسید. درجه 10 ایمان بود، ابوذر 9، مقداد 8، اما او 10. از سلمان بود، افتخار ما ایرانی ها. صداش کرد گفت یا سلمان. پیره مرده بود سلمان ها، خیلی سنش پیامبر بیشتر بود. یه جا امیرالمومنین با شوخی میکنه میگه دیگه، میگه یا علی من خیلی سنم از تو بیشتر، اینجوری با من شوخی نکن. رفت بالای سپر وایستاد، آقا رسول الله فرمود یا سلمان اینا چجوری خرچه؟ گفت همه شو دم در مسجد دادم به یه فقیری. پرید اومد پایین، گفت این دست گرفتم اومد دست دادم. گفت اینجوری. بعد حضرت فرمود اینو براتون انجام دادم، تو میخوام یه چیزی بهتون بگم. پرسیدن چی؟ فرمود او دنیا همینجوری سر صراط نگهتون میدارن، درهم درهمو میگیرن. و سپر من نیست، تشنگی و آفتاب و گرمای حشره. و بدانید از این بدتر، مالی که من به شما دادم سوالی توش نبود، چون من بهتون دادم. قبلش خواهند پرسید درهم درهم از کجا آوردی، که حالا خرج کجا کرد این پول. حالا خدا وکیلی هرچی پول دارتر بشی بیشتر نمیترسی؟ نمیفهمیم، نمیفهمیم. اینا وزره، اینا بار اونور. این یه نفر خیلی مجهز داره میره کوه نوردی، همه چی با خودش برده،
ده مدل غذا نمیدونم چه باشه باریکلا نوش جونه رفاه بیشتری داری، اما از این کوه باید بری بالا با اون وزن، کسی هم کمکت نمیکنه. ولا تزرو وازرتن وزر اخرى، هیچ کی بار کسی دیگر بره. پسرت خدا گواه نمیشناسدت، خدا گواه بابات نمیشناسدت. من اینکه میگم خدا گواه چون آیه قرآنه. یوم یفر المرء من اخیه، روزی که آدم از داداشش فرار میکنه. فکر نکنی راه به ماهی اربعین ساک رفیقتو میگیری ها؟ نه اصلا اون بار فکر نکنی ساک ها یه بخشی از وجودته، اون ور داری راه میری میبینی زبونت زیر دست و پا سه متر شده اندازه این زبونه، نمیتونی گیر میکنه، نمیتونی بدوی بری. آه چی شده؟ میگه این زبون اینجا بار دارشت سنگین، اون ور سبک باید بری سبک. یکی از این سردارا تعریف میگم، گفت یه رفیقی داشتیم، این داستان تعریف میکنم کسی بعدش نبید بگه انگشتر رو من بده، این خبرو نیست، من خودم از او گناهکارام، بارم هم سنگینه، به دوشم میکشم میبرم. بعد خدمت شما عرض بشم که آخه یه جای سخنرانیشم تو مشهد طرف اومد گویا انگشتر تو بده، گفتم بله این زنم برام خریده، اگه بدم که دارم میزنه، یه خونه رام نمیده. گفت بگو یکی دیگه برات بخره. مردم حالشون خوبه الحمدلله. بعد خدمت شما عرض بشم که آره میگفتش که زمان جنگ بود، یه رفیق داشتیم انگشتر باز بود، دو تا انگشتر داشت خیلی ردیف بود، گفت تمام این بچه جبه تو کف این انگشترا بودن، اینا ما کی بلند کنیم؟ گفت فقط مترسدین که یکی بخواد وضو بگیره اینو برداره انگشتر. شوخی هم بود زمان جنگ میگه. میگه اینم حواس جمع، اصلا انگار یه بخشی از اعضای بدنشه. میگه بخواد مثلا انگشتشو بکنی. میگفت زیر آتشبار بودیم. عملیات بزن و بکو. اونا میزدن ما داشتیم میزدیم. میگه که از رفقا اومد من گفت آش سعید، گفتم بله. گفت ببین فلانی انگشت عقیق قشو داد به من، گفتم یه بار گامشان نصف بشه وسط عملیات اومدی داری به من میگی که انگشت درک داد به تو، بیا برو. میگه مثلا حواسم نبود چی؟ میگه نیم ساعت بعد اون یکیشون اومد گفتش که هاشید انگشت فیروزه‌اش هم من گرفتم، مثلا اینقدر این مثلا دو سال عقده شده بود تو جبه برای اینا. میگه من گفتم بیا برو بابا، این خلو چلا دور منو گرفتی تو عملیات تو اومدی اینجا میگه فلان. میگه بعد تو همون عملیات دیدم این بچه پرید رفت شهید شد، همون صاحب انگشتر. میگه فهمیدم این قد دوتا انگشتر سنگینی میکرد، وقتش رسیده بود اینا رو هم داد رفت. بار دیگه، بار گردنمون میفته. پس اینه که انقدر امیرالمومنین میگه نگاه کنید، من با پولدار بودم مشکل ندارم، اما میگم دمت گرم خدا به تو فرصت داده بیشتر ثواب کنی، بیشتر دستگیری کنی، بیشتر جهیزیه بدی، بیشتر خونه آماده کنی، به جوون بگی بیا دو سال برو مفتی بشین ازدواج کنم، ما بعد دو سال بارتو ببن برو بیرون یکی دیگر رو میخوام بیارم اون تو. سبزوار کم پولدار نداره، من خبر دارم، تا همین بانک‌ها پر سرمایه داره که پولا رو خوابوندن سوداشو دارن میگیرن. همه ایران مثل کف دستم میشناسه، با مختصات میشناسه، کم پولدار نداره سبزوار. مبادا خدایی نکرده مصداق این آیه بشیم، که اگه مصداق این آیه بشیم شب نباید ترس بخوابیم، باید بمیریم همون لحظه. میفرماد الذی جمع مالا و عدده، میگه یک سری پولدار میشناسم من خدا، جمع میکنم مالا پولی رو و عدده هی زیادش هم میکنن، خونه رو خونه، میلیارد رو میلیارد، زندگیش هم داره میره دوچرخه 28 داره شهر دوچرخه میره. فکر نکنی رفت الان یه ماشین چیزی آنچنانی هم سوار شده، نه از اون مایداره سنتیه، صنعتی نیست. یه بار جوونا گفتیم خدمت شما عرض بکنم، آره اینجوریه. میگه الذی جمع مالا و عدده، حالا اینجاشو گوش کنیم، میگه میبینی چه برای سر این میاریم، چیکار میکنه خدا؟ کلا لینبذن فی الحطمه و ما ادراک ما الحطمه، شما چه میدونی اینو میندازیمش تو آتش خورد کننده. میگه یه آتش میندازیمت، نه آتش عادی، آتشی که خوردت میکنه، آتشی که الذی جمع مالا و ما ادراک ما الحطمه نار الله الذی تطلع علی الافئده،
میگه این آتیشی که تو دل میفته و از دل شروع میشه اصلا تو دل میون دلتو نتونست کنترل کنه. پس این ابزار بود برای ما، برای پولدار شدن، برای پولدار شدیم برای خدمت کردن. آقا اگه پولدارا نمی بودن بازار پشت سر انقلاب نبود که انقلاب نمیشد. طرف میبینه همین الان با پولش میتونه بره یه منطقی تو همین سبزوار یه زمینی رو بخره، یه 16 واحدی بسازه، یه 8 واحدی بسازه، بگه اینو گذاشتم برای این که صبح بیام دا ندبه یه جوانی که کنارم نشسته بهش بگم چرا ازدواج نمیکنی؟ بگه پول ندارم. طبعا اینو میگه دیگه، طبعا اینو میگه. بهش بگه خیالت راحت، خونت با من تا 2 سال مفوی برو بشی. کجا هم شناساییش کرده؟ تو دانودبه. خیالش هم راحت، پولشو به کی داده؟ به آدم امام زمانی داده. حساب کتابش هم با خدا، حساب کتابش هم با آقاش، با امام زمان. بلد از این کارا؟ نه. سوزنتون گیر کرده فقط مسجد بسازید. به این فکر نمی کنید مسجد رو چجوری پر کنید. روستا رفتم، جایی که مسجد لازم و ساخت ها اشتباه نکنید، نه روستا رفتم 13 تا مسجد داشته، خدا شاهد، خدا گواه، 13 تا مسجد داشت روستایی که 300 نفر ساکن نداشت. برای چی؟ تهرونیاشون محرم میان اینجا، بعد یه مسجدشون فقط 5000 نفر جا میگرفت، روبروی اون یه مسجد زده بود برای اینکه کله اینو بخوابونه. این 2 طبقه زده بود، این حسینی زده بود 3 طبقه. کل سال خالی، حتی محرم هم خالی. مگه چقدر آدم داره اون داد؟ تهرانی هاشون هم میومدن پر نمیشد. آجر کردم، جمع مالن و عدده، داره میگه زیادش هم میکنه. میگه چه میدونی چه آتیش داری با خودت میبری؟ خبر نداری. الان ما سال اول که رفتیم 40 پیاده روی 4 سال پیش بود، ما چه میدونستیم؟ گفتن آقا میره اونجا عراق نمیدونم اینو نداره اونو نداره و فلان چیزی. ما یه کولهی بستیم، 5 قدم اول به غلط کردن افتادیم. 5 قدم اول، عذر میخوام از محضر شما، تا شیلنگ دستشویی رو برده بودیم. میفتن اونجا آفتاب هست بینش چیا عرق نعنا نمیدونم چی فلان. این مجید بود مادرش فرستادش اردو لافتوشکم کم دوم لافتوشکم ببریم دیگه. بعد امسال چقدر رفته بودم؟ هیچیه اینقدر نزید منتها. میدین چیه؟ چون 40 تکرار میشه فرصت آزمون و خطا داری بفهمی که زیاد بردی یا کم بردی، اما اون دنیا فرصتی نیست برگردی. میگه برگردم بارم و بذارم زمین کمش کنم، این اضافه آوردم. میگه شهرمنده چسبیده به بدنت، برو تا ته. این پول فرصته، به خدا قسم ندارن بعدی نمیتونن. میگه اون دنیا خیلی کسایی که تو این دنیا فقیر بودن و دستشون تنگ بوده، اون دنیا حالی میکنن که نگو. وقتی میبینن پولدارا چجوری بالا پایین نشون میکنن، یعنی ای بابا خوشحال اینجوری میخواستن حساب پس بدن، الحمدلله نداشتیم. اما خب پولدارایی که فرصت ثواب کردن بیشتر داره، آقا چه ثوابی بندازین که یه جوونی به یه جوون دیگه برسونی، یه گناه، یه نگاه حرام، یه زنا تو این جامعه کم بکنی؟ قطعاً مورد عنایت امام زمانی همچین کسی، قطعاً شک نکن. چقدر بودن جز صحابه اهل بیت که پولدار بودن، اهل بیت ارجاع میدادن مردم، گفتن برو پیش فلانی. این فرصته. بعد چقدر میخوایم ببریم؟ 1.5 متر تاش 2 متر خاک. الان قبر بابا بزرگشون پیر مردا میدونن کجاست، چون مقیدن به اینجور چیزا. بابای بابا بزرگ رو شاید بدونن، بابا بزرگ بابا بزرگ دیگه خیلی کم میشه تو جمع. نسل جدید قبر بابا بزرگشون هم نمیدونن کجاست، تا 20 سال دیگه قبر بابا هم نمیدونن. میرن اینجا قبرش میکنن با میشن میرن دیگه، هم سر نمیزنن. میخوام بهت بگم 100 سال دیگه هیچ اثری از ما نیست، هیچ اثری. کسی نمیشناسد اصلا. کی بودی؟ تموم شدی رفتی. 100 سال. 100 سال. خیلی زیاد گفتم ها. گفتم 100 سال معامله جوش بخوره. اینم پول. اینم پولش.
کجا آوردی کجا خرج کردی، فرصت بده. آقا به این نفر صدا قشنگ داده، میگه برو متن اهل بیت کن، رفت مطرب شد، باش خودش جواب میده به من تو چه. یکی بهش خوشگلی داده، رفته با خوشگلیش داره ملت رو از راه بدر میکنه دیگه، باش. نعمت هایی که بهتون دادیم میگیریم، بالا پایینتون میکنیم، میپرسیم کجا خرج کردی. حالا من فقط پولو گفتم، پولم نعمته، بله نعمته، پول بد نیست، اسلام با ذات پول هیچ مشکل نداره. ببین اگه ما مثل جریانات صوفی و دراویش هستیم و مثلا بگیم بدنم شیپیش بندازه و نه نه، اصلا این نیست. رفاه برای خانوادت به وجود بیار، یه رفاه نسبیه درست به وجود بیار، بعدش شروع کن دستگیری کردن. ببین مثال خوبی بنده میزنم، شما یه کاسه پر گرفتی دستت، نگاه کن، یه کاسه پر گرفتی دستت، اگه مؤمن باشی، کافر باشی که هیچی، خدا دوست داره چیکار کنه بگی؟ آره سقف خونت هم میخواد طلایی کنه. پس هر پولداری فکر نکنید مورد عنایته، داره پوستشو میکنه، میخواد مال بیشتر کنه که اون حتمه رو، اون نار الله التي موقده رو بندازه به جگرش، اون دشمن خداست. اما مؤمن پولدار داستانش چیه؟ اینه، شما یه کاسه بهت میدن، میریزن توش پر آب میکنن، بره الان صبونه حلیم میخوام بدن، بره حلیمش میکنن، وایستاده جلوش من آمار صبونم سوزوندم، خوشحال شدیشون، ای آخ جون فکر نون پنیره، نه حلیم. بعد خدمت شما عرض بکنم، حلیمه رو پر سر داره میریزه دیگه، میچکه ازش ریختن بد میدن، بعد یه وای میستادی میگه چیه، برو دیگه یه کاسه دیگه بده. میگه جا نداره لامصب، یه قاشق هم جا نداره، تو کجا این میخوای بریزی؟ میگه بریز. میگه کجا بریزم، جا نداره. ما حکایتمون همینه، خدا میگه اونی که بهت دادم و مگه دادی به کسی که باز دوباره بد بدم؟ خالی کردی من این کاسته که دوباره برات پر بکنم. یه مثال خیلی خوبتر میزنم، این بازاریا و کارمندا میفهمن چی میگم، اونای دیگه هم سعی کنم متوجه بشن دیگه، اما نشوخی میکنم، ساده است. تنخواه میدونید چیه دیگه؟ تنخواه گردان، کسی که یه پولی بهش میدی زودتر بهش میدی، میگه برو خرج کن فاکتور بیار. باید باشه تو هر اداره تنخواه گردان باید اول باشه با یارو اومده پول آژانس بده، وایسا برم فاکتور بگیرم، نه اون باید بهش بدی بعدن بری. مسئول خریده، اول میره خرید میکنه بعد فاکتور میاره. سر ما هر شرکتی هر کارخونه یه تنخواه گردانی داره، بهش یه پولی میدن. حالا شرکت هرچی بزرگتر تنخواه گردانش هم چی؟ خیلی گل و گنده تر. یه تنخواه گردان کوچیک داره، تنخواه گردان، تنخواه گردان دولت میبینید خیلی میلیاردیه، چند ده میلی، چند صد میلیاردیه. خب من به تنخواه گردانم میگم که بیا آقا اینجا ببینم، میگه این 1 میلیون تومانه بگی تا آخر ماه دستتو، خرجا رو انجام بده. میاد سر ما 700 هزار تومن فاکتور میاره، 300 هزار تومن پول میده به من، میگه 700 تومنش خرج شد. میگم خدا پدرتو بیامرزه، میفهمم خزینه‌ام چقده، اولش 700، 100 تومن هم میذارم روش، میگم بر روز مبادا 800، بیا این 800 رو بگی برو، میره خرج میکنه. ماه بعد 800 تومن اینن فاکتور میره، همینجوری. بعد من گفتم چیکار کن آقا، پول آژانس فلان اگه مهمونی داشتیم بده، پول برقو بده، پول گازو بده، نیام ببینم برق قطع شد، من زودتر پولشو دارم بهت میدم. یه روز میام میبینم که 20 روز از ماه گذشته بر من اومد سراغم، میگم تو آخر ماه مونده، میگه پول تموم شد. بعد میگم که خب خرج چی شده، حالت خاصی چیزی پیش اومده؟ میگه آره یه خرابی درست شد، درستش کن خدا پدرت، بیا بگی باز، باز بهش پول میدم. یه موقع از 20 روز تموم کنه میاد، میگم که خرج چی، میبینم ای زده نفر یه چلو کباب بر کارمندا رفته خریده. یعنی برای چی رفته خریدی؟ یه گوشته بودم بهشون دادیم دیگه. میگم بابا نهار داریم که مثلا، یا خودشون باید برن نهار بخورن طبق قانون. نه حالا من بهشون دادم. من بهشون تقول غلط کردی. دیگه اونو میندازیش بیرون. میفهمی به این نباید خیلی خطرناک، الحمدلله به این 700 تومن میدادیم. 10 میلیون میدادیم چه؟ حکایت ما هم همینه. خدا پولا رو بهمون میده. سر ماه میریم حساب، سر ماه نه هر لحظه همون لحظه داریم حساب میشه، حالا ما همون تنخواه گرفتیم. خب بنده عزیز من کجا خرجش کردی؟ هیچیه، شیشه عرق باش خریدم. و من به تو نعمت دادم بریش، روزی دادم بریش عرق باش بخوری دیگه، پا داد. یه مهمونی رفتیم، آره خوش گذشت اینا، مهمونی چطور بود؟ هیچی، از اول تا آرش بساطی بود اونو.
خب این که دیگه میشه معیار. اگه رفت تو بحث کفار کسی که دشمن شد باشه که اونو که بهتون گفتم مدل دیگه باشه تا میکنه، اما اگه مؤمن باشه از این خطاها ازش سر بزنه پوستشو میکنه. معیشت زنکا سراغت میاد، تنگ میشه، تنخواه گردانو کم میکنه. اما وقتی ببینه این هر چی بهش میده سری میبره تو همون محلای خزینه الهی. محلای خزینه الهی چیه؟ میگه به یتیم، به فقیر، به مسکین، به اسیر، ها برو کمک کن، پول جهیزیه بده، پول فلان. میگه زیادتر بهش بدید. این خوب خرج میکنه، درست داره خرج میکنه، انقدر مورد اعتماد میشه، میگه مولتی میلیاردر میشه. طرف زمان پیامبر اومده بود میگفت یا رسول الله من ثروتمو نمیتونم جمع بکنم، یه دعایی کن، یه کاری بکن من پولم کم بشه. کیو باید ببینم من انقدر پول نمیخوام؟ هر رو هر چی دست میذارم طلا میشه. گوسفند میرم میخرم اون سال دوقلو میزان، میرم باغ میگیرم محصولش سه برابر میشه از اون یوری که رفتم خریدم، همه چی داره اضافه میشه، نمیخوام. آقا رسولش فهمید که یه لقمه نون وردار سوار شطور بخور. ربطی داره؟ رفت بعد چند وقتی برگشت گفت یا رسول جواب نداد، بیشتر شد. آقا رسول فرمود چی کار کردی؟ بهت نگفتم مگه با روی شطور بری لقمه نون بخور؟ گفت چرا همین کار کردم. گفت چرا این شطور؟ گفتش که هیچی خوردم داشتم میرفتم یه تیکه دستم افتاد رو زمین، پیاده شدم از شطور نتونستم پیداش بکنم، دورش رو دیوار ساختم که پای مردم رو نعمت شما نره، رو برکت شما نره. آقا رسول خب من برای همین این بلا سرت داره میاد، پول داره بیشتر میشه تو. آره واسه یه بلاه، میدونه بعد آزمایش بدیم، نگران میشه. ما مؤسسه خودمون دولتی نیست، حکومتی نیست، هیچی نیست، یعنی مردمی داره میشه. کارمون هم حوزه مهدویته دیگه. بعضی موقع مثلا یه عزیزی میاد میگه آقا بیا این 1 میلیون تومانو بگی، خدا گواه تنم میلرزد به این امام زمانی که دارم سخنرانی میکنم باش. میدونم اون کارشو کرده، از گردن اون چیه؟ ساعت پوست من کنده است، 1 میلیون تومان فردا خرج چی کردی؟ اصلا خوشحال نمیشم وقتی یه نفر میاد کمک مالی میکنه. اینا قیافه منو دیدن که خب پول بدن قیافه میده، من اصلا میترسم، میگم یا خدا. باز یه نفر اومد، ما چون جا نداشتیم آلا خون بالا خون بودیم میبرم اونور، یکی اومد گفت من یه جای براتون میخرم. اصلا اینقدر ترسیدم که نگو، گفتم چی شده؟ الحمدلله خالی بند بود رفت. خب این شکلیه. شما فکر نکنی الان مثلا یکی از علما، من شنیدم ایشون، حالا اسم نمیبرم چون در قید حیاته، ایشون یکی از بزرگان خیلی علامه یه دیگه برای خودش، ایشون بحث مرجعیت ایشون که مطرح شده بود، کتاب و چاپ شده بود اصلا کتابشون، داد توی چاپخونه خمیرش کردن دوباره به واسطه خوابی که شبش دید. خواب دید که اون دنیا همه دارن راحت رد میشن، مثلا علما. میگه دیدم یکی از این مجتهدین که وجوهات دریافت میکرده نگه داشتن یه کوه طلا، کنارش سکه سکه. بعد میگه من تو خوابم اینطور دیدم، یه کوه طلا سکه سکه. میگه دیدم نگهش داشتن، او هم حالش بد نیستا، منتها نگهش داشتن، دونه دونه یه کوه طلا رو داره توضیح میده، سکه ها رو. میگه من اینو دیدم گفتم نمیخوام، اینو دیدم نمیخوام. محسن رفیق دوست تعریف میکنه، میگه اوایل انقلاب بود، ما میخواستیم که فرمانده سپاه اعلام میکنیم، شورای سپاه جمع امام گفت بعد من یه نفر میخوام. میگه بین سه نفر بحث بود، محمد بروجردی، شهید کلاهدوز و محسن رضایی. ببین دارم نقل میکنم از کی دارم مطلب براتون میگم. میگه که این رفتیم اولویت اولمون هم کلاهدوز بود، بعد محمد بروجردی بود، بعد آقای رضایی بود. میگه رفتیم سراغ کلاهدوز، میگه که من درو که باز کردم تو اون اتاقی که اونجا بود، میگه نگاه کن، یه عبای رو دوششه، یه سجاده پهن، داره زار زار عشق میریزه، زار زار به پهنهای صورت عشق میریزه. میگه من تا در باز کردم اومد سمت من، قرآن همینجور آورد سمت من، قرآنم تو دستش میلرزید دست و پاش. میگه اومد سمتم گفت فلانی، گفت من تو رفیقیم، با من این کار نکنی ها. یه عشق میریخت، گفت میخوای منو بدبختم کنی ها، میخوام من بشم مسئول کل، مسئول یعنی مورد سوال، بیچاره بشم.
میخواد پوستم کنده بشه؟ این رفاقت، این نامردی ها. میگه عشق میریخ. گفتم گریه کردن نداره باشه. نه. میگه محمد برجردی یوهوی اومد رفتم سراغ او. او هم همین دوست. و میگه گفتش که محمد برجردی برگشت من اینجا. گفت حکم شما بنده بزنید بریم. گفت حکم چی کجا ده؟ گفت کردستان. گفتم کجا؟ بحث فهمیده کن. گفت مگه امام نگفته باید به کردستان رو جمع بکنیم؟ من 24 ساعت از حرف امام یک ذره بمیرم و دنیا باید جواب بدم. میگه اونم همونو بهانه کرد. یعنی تو جامعه اسلامی باید بری بگردی پوستت کنده بشه یکی رو پیدا بکنی که چی؟ مسئولیت گردنش بذاری، چون نمیخواد گردن بگیره. سخته، ثوابش زیاده ها، من به شما بگم، اما ریسکش بالاست. بعد من مناظرهای انتخاباتی ریاست جمهوری میدیدم، میگم اینا له دارن میکنن همدیگه رو برسن به اون صندلیه. اصلا نمیفهمیدمشون. آدم بعضی موقع قاطی میکنه ها، همه چیش میریزه به هم. فلزا بحث مالی تو آخر الزمان جدی میشه. حواست باشه پول نبردت. به خدا قسم ما معلوم نیست یه ساعت دیگه زنده باشیم، یه دقیقه دیگه زنده باشیم، 10 دقیقه دیگه زنده باشیم. تا خدا بهت وقت داده کار بکن. یه روایت بخونم عرضم تمام. یه خانواده خیلی خوبی بودن در زمان پیامبر. این بچه ها شد خوب بار آورده بود این مرد. فوت شد. از دنیا رفت و بچه‌هاش بندگان خدا لا ارثم بهش رسید. برگشتن یه حرفی زدن. داداشا با هم جمع شدن، برادر خواهرها. گفتن با بابام به اندازه کافی زمان زنده بودنش به ما داده. بیاید این چیزی که میخواد الان به ما ارث برسه رو همه رو خیرات کنیم. این بچه اینجوری پیدا نمیشه ها. همش سر جنازت با هم یقه همو میگیرن. همش داغ هنوز جنازه خیر همدیگه رو میگیرن. بعد اینا خیلی خوب بودن. آقا رفت خدمت آقا رسول الله، آقا رسول الله هم کردن مسئول انحصار ورثه و این وقف، مدیر وقف. نخلستون رو بخشیدن و فلان. بعد یکی پسرش گفت یه انبار خرما هم ما داریم یا رسول الله. آقا رسول الله خودش رفت اونجا وایساد. اینا اومدن خرما رو هم بردن اون ته دیگه تمیز تمیزه کفشم جارو کشیدن. یه خرمای نصف مونده بود، نصف نصفش خراب و نصفش سالم بود، خوش شده بود نصف. آقا رسول الله برداشت این خرما رو اینجوری نگه داشت دست، فرمود دیدید امروز چند تا باغ فروختید چیز بخشیدید اینا، این خرما رو میبینید؟ گفتن بله. خرما خشک شده نصفه. فرمودن اگر زمان حیاتش خودش اینو داده بود براش بهتر از تمام این چیزایی بود که بخشیدید. چون آدم نگاه کنید، گفت این حسن برای شماست، شما بچه ها در واقع پول خودتون رو بخشیدید، حق شما بوده، غیر اینه شما پول خودتون رو. آدم پول از خودش میکنه سختشه. ما خدمتی که از علما رسیدیم گفتیم آقا چجوری صدقه بدیم؟ گفت اگه اون صدقه که میگن کارگشاست، اصلا اون صدقه که وقتی صدقه رو میدی دردت بگیره. دیدی مثلا صبح بلند میشیم صدقه امروز دادی، آره 500 هم میذاریم اونجا، کشتی خودتو 500، سر ماه میشه 7500 تومان کلا. نه صدقه، میگه صدقه که درد. بعضی هست، بعضی هستن آقا با 500 تومان دردشو میگیره، بعضی هست با 5000 تومان، بعضی با 2000 تومان. گفت صدقه بدی که حال سختتون باشه. اون مهم دل کندن از مال است. یعنی چی شده؟ اون دل نکنده، نگه داشته. برگ عیشی به گور خیش فرست، دگران نفرستند تو پیش فرست. تازه معلوم نیست با پولی که ما بذاریم بچه هامون باش چی کارا بکنن. دعا کنید برن دای ندبه برگزار کنن، دعا کنید باش آنتالیا نرن و نمیدونم داستانه اینجوری نباشه. آره مال مردم نخورن. همین خود شما مردم، خود شما بازاریا، خود شما که دستتون به دهنتون میرسه، همه ما شروع کنیم به هم کمک کردن. آقا ماشین داری، راننده تاکسی، میبینی یه نفر از دیالیزیه، بگو آقا من این روز مثلا ساعت 4 بعد از ظهر میام خونه، 4 تا 4 نیم من هر روز مثلا خالی ام، میتونم شما رو ببرم دیالیز، پولم نمیخوام. فقط نیست پول داشته باشی. یاد بگیریم از عراقی ها، دیدی چه چیزی کمک میکردن به ما تو مسیر؟ اونی که پول داشت، غذا میداد، جا خواب میداد. من صحنه های عجیب غریبی دیدم، چون مسیر خودم پیاده میرم، ماشینی نمیرم، میخوام ببینم. چیز جالب دیدم، مثلا دیدم یه بچه دستمال کاغذی دستش گرفته بود تو آفتاب وایسته که تو سر راه دائمی بگی بابا این ازش برمیاد دستمال کاغذی. یکی بود اونم نداشت، یه عطر گرفته بود دستش،
رفت جلوتر، یکی بود اصلا هیچی نداشت، میگفت عیبی نداره من میتونم ماساژ بهت بدم، دست که دارم، عضله که دارم. ها یکی بود خیلی جالب بود، میرفت برات وای میستاد تو صف، غذا میگرفت میداد به تو، دوباره میرفت تا صف که تو صف نه. ببین یکی بخواد کار کنه نگه من ندارم، من نمیدونم فلان، همه میتونن. آقا داری میری یه پیرزن پیرمردی داره بار سنگین میبره دستش، آقا داری پشت رولی با ماشین داری میری، با موتور داری میری، از رو هم رد نشیم، وایستا بگو شما اول بفهمید. به خدا اینا شیعه های امام زمانن تو خیابونم، اینجا شیعه خونه امام زمان ها، این شهر شما جز اولین حکومت های شیعه کل دنیاست. این کتاب لمعه رو که حوزوی ها درسشو میخونن و برای مردم شهر شما نوشتن و فرستادن سراغ شهید اول، گفتن بیا اینجا ما حکومت تشکیل دادیم، ما سبزواری ها بیا اینجا، گفت من نمیتونم بیام، قوانینش تو یه هفته گفت اینجا باش، به اون قاصد گفت بمون، قوانینش شد لمعه. بعد شهید ثانی اشتباه نکنه من شرح لمعه رو نوشت، لمعه دمشق، هنوز که هنوز تو حوزا داره. این شهر پولدار زیاد داره، حقش نیست انقدر بیکار باشه ها، این بیکارا گردن همین پولدار همین شهرن، فکر نکنید ها. این سیره اهل بیت نیست، سیره اهل بیت ما این روزه بودن بخشیدن بقید. و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، افطاریشونو دادن ای اهل بیت. امام حسن دو سه مرتبه کل ثروتشو، کل ثروتو صاف کرد بخشید. بعد نگرانم نباش، خدا بهت میده، هر چی بدی بیشتر بهت میده، میشه اون تنخواه گردانه که مورد اعتماد بیشتر میشه، نگران اونم نباشید، بهتون میده. حیفه. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیه والنصر وجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه.